اولین جلسه و دیدار بین آقایان پزشکیان و جلیلی بعد از اعلام شدن نام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور. بعد از اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، ما سخنرانی هایی را از مسعود پزشکیان توی چند وقت گذشته، یا بهتر بگیم توی 24 ساعت گذشته دیدیم، و مشخصا یکی از حاشیه سازترین اتفاقاتی که افتاد صحبت هایی بود که دیشب سعید جلیلی انجام داد و از این گفت که با مسعود پزشکیان جلسه ای داشته و بعد از اینکه نامش به عنوان رئیس جمهور مطرح شد بهش تبریک گفته و برنامه هاشو در اختیار مسعود پزشکیان قرار داد و از وحدت و یکی شدن این دو نفر گفت و از این گفت که در آینده به همدیگه کمک های بیشتری رو انجام خواهند داد. در ادامه با همدیگه صحبت های خود سعید جلیلی رو خواهیم شنید و بعدش برمیگردیم و همدیگه بررسی میکنیم صحبت های 24 ساعت گذشته مسعود پزشکیان. و به نظر میرسه همون جور که قبل از شمارش آرا هر دو کاندید اعلام کردن به اون یکی احترام میذارن و فقط به این فکر میکنن که به اون یکی کمک کنن. به نظر همین اتفاق هم افتاد و بعد از اینکه سخنرانی مسعود پزشکیان تموم شد، به نظر جلسه ای رو با همدیگه داشتن و در خصوص یک سری از موارد با همدیگه هم صحبت شدن. تصاویری هم که الان دارید میبینید مربوط به جلسه دیشب بین آقایان پزشکیان و جلیلی هست. دو کاندیدی که الان به نظر کنار همدیگه قرار گرفتن، یکیشون به عنوان رئیس جمهور و اون یکی در نقش کمک کننده به رئیس جمهور فعلی ایران قرار گرفته. در ادامه باید ببینیم که روند کاری هر یک از این دو نفر به چه شکل خواهد بود و چه جوری قراره به همدیگه کمک کنن. در ادامه با همدیگه بشنویم صحبت‌های مهم و ویژه دیشب سعید جلیلی در خصوص رئیس جمهور شدن مسعود پزشکیان که برای اولین بار یک صحبت رسمی در حسینیه انجام داد. من یکی دو ساعت پیشم با جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب مردم جلسه داشتم. اونجا گفتم خودم ما وظیفه خودمون میدونیم که مسیر انقلاب، مسیر کشور و قوای سگانه همه و از جمله دولت و از جمله رئیس جمهور محترم منتخب در این مسیر کمک کنیم. این وظیفه ماست. در پیامم هم عرض کردم، در جلسه حضوری هم بیان کردم. این چیست لازمش؟ اینه که اگر خب این کارها داره انجام میشه، اونها هم انجام میدن، میگن خیلی خب این کاری که شما میگید ما انجام میدیم، خدا دستشون درد نکنه، با قوت ما هم پشتیبانی میکنیم. اما اگه جایی غفلت واقع بشه، اگه جایی یک کار ناقص ادامه پیدا کند، این توجه نشه، ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشه. و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیرد، در حد خودمون، بضاعت خودمون، با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه. این نیست که بگیم خب حالا خطایی بود بذار انجام بشه بعد بگیم ما که نبودیم، خب رقیب ما بود. نه، چون هر یک کار خطا، هر یک کار ناقص، این میتونه خدای نکرده به تمام کشور، بیش از 80 میلیون جمعیت کشور لطمه بزنه. این نگاه عافیت طلبانه یا اینکه به ما ربطی نداره، ما که مسئولش نیستیم، نه، ما مسئولیم، باید کمک کنیم، باید کمک کنیم اون خطا شکل نگیره، تصحیح بشه، اون نقص رفت بشه. امروز سرآغاز آن فصل نو است، فصل ماندن شما در صحنه، فصل التزام حکومت در بازگشت به مطالبات شما و فصل عمل کردن من به تعهدها. من به دستور خداوند متعهدم. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. من رأی شما را طوقی سنگین برگردن خود می دانم و تعهد می دهم که همچنان گوش شنوایی برای سخنان شما و صدای بی صدایان و طرد شدگان باشم. پس به گفته علی باز هم از گفتن سخن حق یا مشورت دادن عادلانه خودداری نکنید، زیرا من خود را بالاتر از این که خطا کنم نمیدانم و اشتباه و از اشتباه کاری ایمن نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت آگاه و عزیز ایران، پیروزیتان مبارک باد. کار را تمام کردید و گامی بلند در مرحله دوم انتخابات شما برداشتید.
فرصتی برای ایران آفریدید و امید و نشاط را به فضای نارضایتی و آزردگی و دلمردگی جامعه بازگرداندید. سپاسگزارم از همه شما. در خلق این امید و این رأی معنادار به تحول و اصلاح، همه شمایی که به راه و روی کرده من یا نامزد رقیب رأی دادید یا در این انتخابات نیامدید، برای من برابرید. راجع به سخنرانی دقایق پیش مسعود پزشکیان صحبت‌ها و تصاویری رو واسهتون نشون دادیم، اما در این ویدیو قصد داریم مهمترین و چکیده ارزشمند از صحبت‌ها و سخنرانی امروز مسعود پزشکیان رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که توی اون تشکر میکنه از کسانی که بهش رأی دادن و از رقیب خودش با احترام یاد میکنه و میگه ما الان همه باید در یک رکاب باشیم و برای ایران قدم برداریم. صحبت‌های مسعود پزشکیان به نظر با چند ساعت تأخیر برگزار شد و صحبت کرد به عنوان رئیس جمهور و به نظر میرسه باید از شغل قبلیش یعنی در مجلس استعفا بده تا بتونه به عنوان رئیس جمهور ایران آماده خدمت بشه. در ادامه با همدیگه میبینیم صحبت‌های جدید مسعود پزشکیان در خصوص اتفاقات و چکیده مهم از سخنرانی چند دقیقه پیشش که الان میتونید شما تیکه. مسعود پزشکیان در این اتفاقات گفت: من در این انتخابات وعده دروغ ندادم. عمری است که میآیم پشت تریبون و وعده میدهیم و به آن عمل نمیکنیم و این بزرگترین اشکال ماست. حاشیه جالب سخنرانی رئیس جمهور منتخب در حرم امام. از روی متن میخونم، شما خسته میشوید. خب اصلا نمیخونم. صحبتهایی بود که دکتر مسعود پزشکیان در سخنرانی امروزش در حرم امام گفت و جالب توجه بود و به نظر میرسه در ادامه هم صحبت‌های مختلفی رو انجام داده و گفته که اجازه نمیدهیم که از مسیر شهدا و صادقان درستکار منحرف شویم. خاک پای همه ایرانیان هستیم. ما نوکر مردم ایران هستیم. آمده ایم تا خدمتگزار مردم عزیز کشورمون باشیم. یکی از علل اصلی عاشورا این بود که عده‌ای به وعده خود با امام حسین عمل نکردن. به نظر میرسه صحبت های مسعود پزشکیان با کسانی که بهش رأی داده بودن و با مردم ایران حسابی جالب توجه بود و چندین و چند کلیپ و ویدیو از این سخنرانی بیرون اومده که در ادامه با همدیگه منتخبش رو خواهیم دید و شنید. کشور مشخص شد تکلیف این ماراتون یک ماهه به کجا رسیده و چه شخصی رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود. خبری خوش برای هواداران و طرفداران مسعود پزشکیان که به نظر از نیمه شب گذشته خوشحالی و شادی خودشون رو آغاز کرده بودن و گواه از این میداد که مسعود پزشکیان پیشتاز هست. نظرسنجی ها و حتی صحبت های زیادی در فضای مجازی قبل از اعلام رسمی از سمت ستاد انتخاباتی کل کشور مطرح شده بود که از طرف خود